الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلام علیکم و رحمت الله و برکات بیننده های عزیز، همه شما را خوش آمدید عرض میکنم به برنامه سیام. امیدوار هستم که همه تان خوب و سرحال و صحتمند باشین و بدور از گزند و روزگار. انشاءالله که از ایام پرفیض ماه مبارک رمضان هم استفاده کنین. بله عزیزان بیننده، درس قبلی ما در مورد حروف الفبای، شناخت حروف الفبای عربی و الفبای فارسی بود که مفصلا در این مورد صحبت های داشتیم. اینکه الفبای زبان فارسی 32 حرف است و الفبای زبان عربی هم 28 حرف. 4 حرف که عبارت از چ، پ، گ، ش هست در زبان عربی، فارسی هست اما در عربی نیست. و چیز دیگه ای که متمایز می سازه عربی را، زبان عربی را با زبان فارسی، ای است که در زمان مصحف باز میکنیم بدون از این حروف 28 حرف بعضی از نشانه ها و علامه ها و حرکات را میبینیم که حرکات و نشانه ها را انشاءالله که بخیر با عافیت و توفیق خداوند امروز آغاز میکنیم. از حرکت فتحه. بله، حرکات به دو نوع است، یا صداها به دو نوع، صداهای کوتاه و صداهای کشیده. صداهای کوتاه باز هم به سه نوع تقسیم میشن: حرکت فتحه، کسره و زمه. و صداهای کشیده هم به سه نوع است: الف مدی، واو مدی و یای مدی. بله، حرکت فتحه، قسمی که شما هم در تصویر میبینین، حرکت فتحه همیشه در کجا قرار میگیره؟ بالای حرف قرار میگیره. بله، این خط هر حرفی که فرض کنیم فرق نمیکنه، از الف تا یا هر حرفی که باشه فرق نمیکنه، حرکت فتحه همیشه در کجا قرار میگیره؟ در بالای حرف. بله، حالا قسمی که شما هم در تصویر میبینین، تمام حروف الفبا رو یک جا با هم با صدای ا یا صدای فتحه میخوانیم: ا، ب، ت، س، ج، ح، خ، د، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ح، ی. صدای فتحه بود. صدای فتحه چی بود؟ ا. صدای فتحه چی است؟ ا. حال در مثال ها با هم کار میکنیم که خوبتر ذهنشین شود. خب مثال ها شما هم در تصویر میبینیم، من میخوام شما هم کوشش کن که از پشت تکرار کنیم. حرف عین چی داره؟ ا داره. حرف را ا داره، میشه ع ر. حرف داد ا داره، میشه ع ر ض. حرف فا ا داره، میشه ف. حرف را ا داره، میشه ر ف ر د. حرف کاف ا داره، میشه ک. حرف تا ا داره، میشه ت. حرف با ا داره، میشه ب. ک ت ب. فقط صداها رو یک جا میکنیم، درست است؟ حرف سین ا داره، میشه س. حرف لام ا داره، میشه ل. حرف میم ا داره، میشه م. س ل م. حرف خا ا داره، میشه خ. حرف سین ا داره، میشه س. حرف فا ا داره، میشه ف. خ س ف. حرف نون ا داره، میشه ن. حرف فا ا داره، میشه ف. حرف را ا داره، میشه ر. ن ف ر. حرف نون ا داره، میشه ن. حرف صاد ا داره، میشه ص. حرف را ا داره، میشه ر. ن ص ر. حرف میم ا داره، میشه م. حرف کاف ا داره، میشه ک. حرف را ا داره، میشه ر. م ک ر. مثال بعدی، حرف واو ا داره، میشه و. حرف لام ا داره، میشه ل. حرف دال ا داره، میشه د. و ل د. حرف میم ا داره، میشه م. حرف عین ا داره، میشه ع. جمع م ع. حرف سین ا داره، میشه س. الف ا داره، میشه ا س ا. حرف لام ا داره، میشه ل س ا ل. حرف کاف ا داره، میشه ک س ا ل ک. حرف داد ا داره، میشه
دا. حرف را داره میشه را. حرف با داره میشه با. دا را با. حرف قاف داره میشه قا. حرف میم داره میشه ما. حرف را داره میشه ما. قا ما را. حرف جیم داره میشه جا. حرف میم داره میشه ما. حرف عین داره میشه ع. جا ما ع. حرف واو داره میشه و. حرف جیم داره میشه جا. حرف عین داره میشه ع. و جا ع. حرف لام هم داره و جا ع ل. حرف واو داره میشه و. حرف عین داره میشه ع. حرف دال داره میشه د. و ع د. حرف زا داره میشه ز. حرف ح داره میشه ح. حرف قاف داره میشه ق. یک جا میخونمش ز ح ق. الف داره میشه ا. حرف خ داره میشه خ. حرف ذال داره میشه ذ. ا خ ذ. حرف عین داره میشه ع. حرف دال داره میشه د. حرف لام داره میشه ل. حرف کاف داره میشه ك. ع د ل ك. حرف واو داره میشه و. حرف جیم داره میشه ج. حرف دال داره میشه د. حرف کاف داره میشه ك. و ج د ك. حرف صاد داره میشه س. حرف دال داره میشه د. حرف قاف داره میشه ق. ص د ق. حرف میم داره میشه ما. حرف نون داره میشه ن. حرف عین داره میشه ع. ما ن ع. حرف فا داره میشه ف. حرف خا داره میشه خ. حرف را داره میشه ر. ف خ ر. حرف جیم هم داره میشه ف خ ر ج. تکرار میکنم پس دوباره درس امروزه. خب باز اگر نشد انشالله که چند مثال دیگه هم با هم کار میکنیم. بله، درس امروز ما در مورد صداهای کوتاه بود. صدای کوتاه فتحه. صدای فتحه یک هجا یک حرکت یک صدا خوانده میشه. از یک هجا یک حرکت اجازه بیشتر نداریم. و صدای فتحه چی بود؟ ا. هر حرفی که فتحه بگیره را ما چی میگیم؟ مفتوح شده. چی شده؟ مفتوح شده. خود فتحه هم یک واژه عربی است به معنای باز شدن. زمانی که ما صدای فتحه را میگیم ا، ببینین ا چی میشه؟ لبهای ما باز میشه. مثلا میگه ب ت س. خب گفتیم صدای فتحه بالای حرف قرار میگیره و صدایش هم ا هست و در تمام حروف هم کار کردیم. امیدوار هستم که شما هم خوب یاد گرفته باشین و حروفی که علامه فتحه را داشته باشن یا حروفی که فتحه داشته باشن اما چی میگفتیم؟ مفتوح میگفتیم. و در مثال ها با هم کار کردیم به خاطر اینکه شما هم هر درس خوب یاد بگیرین. حداقل به هر درس ما 10 تا مثال از قرآن پیدا کنین. بله، فرصت ماه مبارک رمضان از دست ندین و انشاءالله که یک توشه یک چیز با خود داشته باشین که در این ماه مبارک رمضان دست خالی نرین. بله بیننده های عزیز، این قسمت برنامه را در همینجا به اتمام میرسانم و قسمت بعدی که تجوید است رشته سخن به جناب استاد حشمت الله حمیدی میسپارم. ان شاء الله در بخش بعدی برنامه هم با ما باشید.